خب چیکارا میکنه؟ دوز بازی میکرد. به جای این کارا بهتره بریم به درستون برسیم. اگه یه وقت اشکالی تو درستون داشتیم بیم پیشم. خیلی خوب. چشم امیر خان. چشم. آفرین بچه. خدافظ. برم با اوباش خبر بدم. سلام امیر خان. سلام. رسمه خیلی قربونه. فکرامو کردم برگشتم به ده که به بچه‌ها درس بدم. از بچگی می‌خواستم معلم بشم. دیگه هم دلم نمی‌خواد برگردم تهران. متوجه می‌شی؟ آره آره. ولی اینطور که شنیدم میگن تهران جای خیلی خوبیه. میگن خیلی بزرگه. همه چی داره. آره. همه چی داره. یه ماش آدم ریختم به جونه هم همین جوری دارم وول می‌زنم. وقتی هم که می‌خوای دست تو طرف یه چیزی دراز بکنی یه دستی زودتر میرسه و اونو میخواد. آره پدر، تهران همه چی داره. آدم باید خودش زرنگ بشه. همه جا همینطور. ولی اینجا اینطوری نیست پدر. اینجا حداقل آدم میتونه یه نفس راحت بکشه. شما باید قدر اینجا رو بدونید. دعا
درسته میگم مادر؟ ما که قدر اینجا رو میدونیم، همینجا به دنیا اومدیم و همینجا هم از دنیا میریم. شما ها هستین که دهر میرین و موندگار تهرون میشه. این همه زحمت بکش، بچه بزرگ کن بفرست تهرون که درس بخونه، اون وقت آقا بر میگرده یه خروارم ریش و پش تو صورتشه. ما هم یه زمانی به سن مثال تو بود، مادرت بهتر میدونه. نه پدر، اشتباه میکنی. ریش گذاشتن هیچ ارتباطی به درس خوندن نداره. بله میدونم، من و مادرت که تو رو خوب میشناسی. شما هم چقدر ترچونگی میکنی. امیر خسته است، میخواد بخوابه. بشقابه تو بده، میخوام سفره رو جمع کنم. خیلی خوب، جمعش کن. قربون دستت مادر. بذار باز صبح باشه. تو زحمت نکش مادر، خودم الان برمیگردم بقیهش رو جمع میکنم. ولی باید بدونی که مردم اینجا فقط به قیافه آدم میگن. همگی بذار. آره بذارش. خب الهی شکر. اینم رخت خواب تو امیر جان. دست در نکنه مادر. آخه بیا این سفره رو. قربون دستت. سینیدم شما برده. باشه باشه. خب تو راحت باش، بگی بخواب، بگی بخواب. مادر، کجا داری میری؟ روز اولی منو تنها میذاری؟ دارم میرم شالیزار پیش پدره، واسش نون میبرم. خیلی خوب باشه، منم میرم این دوره برای گشتی بزنم ببینم چه فرقی کرده که هی میگم فرق کرده، فرق کرده. بله پسر جون، خیلی فرق کرده، اینجا مثل سابق نیست، بیشتر آدم ها رفتن شهر. خب چه بهتر، اینجا هرچی خلوتتر باشه بهتره. ولی بهت قول میدم که اینجا همینطوری نمیمونه، تمام زمینای این اطراف رو میسازن، میگن دارن این نزدیکی ها کارخونه میسازن. امیر، اون زنه رو میشناسی؟ نه نمیشناسمش. همون گلناره، دختر کت خدا. یادته چقدر با هم دیگه بازی میکردیم؟ همین چند وقت پیشا دادنش به پسر مشرحی. من درسم تموم شده، برای همیشه هم اینجا میمونم. شما هم توی سما تحتیلتون نباید بیکار بشینید، تا میتونین درساتون رو باید مرور کنین که عقب نیفتید. طرف از منم بهتون کمک میکنم، ولی به شرط که قول بدین بچه های خیلی خوبی باشین. خب؟ اجازه ساق معلم؟ چیه بگو؟ شما از کجا میدونین که با بچه های خوبی نیستین؟ طورتون که نشده ها؟ ها ها
خانم. با حیوان باید مهربون بود خانم. حتما اذیتش کردی نه؟ نه نه. نمیدونم چطور شد که این حیوان رم کرد و منو محکم زد زمین. متشکرم. از حیوان نجیبی خانم. موقع سوارکاری یادتون باشه که بیشتر دقت کنید. متشکرم. بیشتر دقت میکنم. ای خانم رو. آره چه خوشگله. خب حالا بریم بالا. متشکرم آقا. مواظب باشین که این دفعه رحم نکنه. نه نمیدونم چطوری ازتون تشکر کنم. اختیار داری خانم، من که کاری نکردم. برو ایوان. برو برو. مواظب اسبتون باشی. چشم. ایوان خیلی خوبیه. دهنشو محکم بگیر. باشه. میدونی چیه همین؟ امروز صبح وقتی جلو آینه وایساده بودم و داشتم به خودم نگاه میکردم، حس کردم که عمرم خیلی زود گذشته. دلم از گذشته ها میگیره. من هیچ وقت تو زندگیم طعم خوشبختی رو نچشیدم. تا اون موقع که شوهرم زنده بود همیشه اجیرش بودم. هیچ وقت نمیفهمیدم لذت و خوشی یعنی چی. حالا هم که آزادم دیگه خیلی دیره، خیلی دیر. دخترم ترانم که همیشه مراقبم. تا میام به خودم به جنبم ترانه چارچشی منو میپاد. هر کی میفهمه که من یه دختر بزرگ دارم ازم فرار میکنه، اما من هیچ وقت نمیخوام تموم بشم. حالا هم که گرما داره شروع میشه حس میکنم که یه سال دیگه بزرگتر شدم. میفهمی چی میگم حمید؟ آره. ولی تو همیشه قشنگ نکتاج. باور کن دروغ نمیگم. تو از تمام زنایی که به سن سال تو هستن جوانتر و قشنگتری. دخترت هم خیلی قشنگه. اونم مثل خودت میمونه. ولی من ازش بدم میاد. برای اینکه هیچ وقت به چشم یه مادر به من نگاه نمی کنه. اون اصلا منو دوست نداره. عوضش من که خیلی دوست دارم. راستی اون پسر کی بود؟ میشناسیش؟ کی؟ همون که وقتی من از اسب افتادم زمین به من کمک کرد. نه نمیشناسمش. جوان خوبی بود. به قیافش نمیمد که مال این طرف ها باشه. خیلی با ادب بود. ازش خوشم اومد. ندارم وقتی من دارم اینجا تاخ میکنم کسی جلوم باشه. فهمیدی؟ ده؟ فکر میکنم حق اینو داشته باشم که تو مزرعه خودمون راحت باشم. شما هم افسارتون رو محکم بگیرین که زمین نخورین. در ضمن سرتون هم بکنید دلاک خودتون. اینطوری بهتره. بهت حرف بزنی. انگار خوشت میاد دندوناتو تو دهانت خورد کنم. مثل اینکه شما خیلی ناراحتین. اتفاقا همینطوره.
من شما رو از دور دیدم آقا. چرا دعواتون شد؟ برای چی به هم پریدی؟ اوه، مثل اینکه سرتون زخم برداشتی. اشکالی نداره، چیز مهمی نیست. بذار این خونه صورتتون رو پاک کنم. اونو میشناسی؟ نه نه، من اصلا اونو نمیشناسم، همونطور که شما رو هم نمیشناسم. اسم من ترانه است، ویلامونم همین نزدیکی هست. شما اونو میشناسی؟ آره، قراره با مادرم ازدواج کنه. با مادرتون؟ این کتاب شماست؟ بله، مال منه. فلسفه‌ام که میخونی، پس من با یه فیلسوف طرفم ها؟ بس به این حساب دنیا باید پر از فیلسوف باشه. ببینش من. مرحبا از لطفتون، خیلی متشکرم. یکی میزنه، اون یکی میاد مداوا میکنه. من هیچ دوست ندارم شما اینطوری قضاوت کنید. نه، من هیچ منظور بدی نداشتم. خواب رسیدیم، کلبه ما همینجاست. خیلی جای قشنگی. به هر حال من به جای حمید ازتون معذرت میخوام. اشکالی نداری. خب کاری نداری؟ نه، ولی نمیخوایم بگیم که ویلاتون کجاست. اون طرف جاده، رو به دریا. یه شیروانی قرمز هم داره. خداحافظ. خداحافظ.
کردم. همه چی برای من به رنگ سیاهه. از اون موقعی که خودم رو شناختم همینطور بوده. توی این خونه من زیادی مادرم اصلا چشم دیدن منو نداره. من با چشمای خودم دارم مرگم رو میبینم. همه چیز از یه صبح شوم شروع شد. سایه مرگ مثل یه سیل خونه خراب کن به سراغ پدرم اومد. مادرم تا چند ماه تظاهر میکرد که از مرگ شوهرش خیلی غمگین و ناراحت. اما بعدم فهمیدم که اصلا عاطفه و محبت سرش نمیشه. اون از ثروتی که براش به ارث مونده بود به تفریح و خوشگذرونی پرداخت. هیچ وقت خونه بر نمیشد. نمیذاش بهش بد بگذره. اما من همه اینا رو تحمل کردم تا اینکه یه روز وقتی از مدرسه به خونه برگشتم با صحنه عجیبی روبرو شدم. از همونجا بود که مادرم روابط خودشو با حمید، مرد غریبه‌ای که ناخودآگاه به زندگی ما پا گذاشته بود، علنی کرد. اما من هیچ کاری از دستم ساخته نبود. تو زندگی من همه ی فصل ها مثل پاییز میبود، خشک و بیرو، درست مثل خودم. ناراحتی؟ چرا ماتم گرفتی؟ چرا ساکتی؟ داشتم فکر میکردم. به چی؟ به هیچی. لوسی ماما، میدونی همین شب جمعه جشن تولد منه؟ میخوام یه جشن تولد حسابی بگیرم. همه دورم جمع بشن و بودنم رو احساس کنم. قراره برای بچه ها بیان شمال. تو از شلوغی خوشت میاد؟ تنهایی رو هم دوست ندارم. کجا میخوای بری ماما؟ قراره حمید بیاد دنبالم. بریم یه سر نوشهر. نهار منزله مهندس فرزاد مهمونیم. پس چرا به من نگفتی؟ برای اینکه من میدونستم تو نمیایی. درسته؟ درسته ماما. مثل اینکه حمید اومد. خدافظ. زود برمیگردم. سلام. سلام. دیر که نکردم؟ نه، به موقع اومدیم. خب، بفرمایید. متشکرم. خواهش میکنم.
امیر خان، من میخوام ازتون یه دعوتی بکنم. اگه دعوت منو قبول کنین خیلی خوشحال میشم. چه دعوتی؟ همین شب جمعه جشن تولد منه، میای؟ برای چی من؟ خب مگه دیگران برای چی میان؟ تازه مگه تو کتاب ننوشته که آدما همه به هم بستگی دارن؟ چرا؟ خب پس هر چی که من میگم باید قبول کنی. رسیدیم. من دیگه باید برم. اون دختره دیگه کیه؟ من چه میدونم؟ پس میاد؟ حتما. خب خداحافظ. خداحافظ. بیدادی سلام. سلام. کجا بودی؟ چیزه، رفته بودم، همین دوره برا بودم. اون دختره کی بود؟ دختره؟ آره دختره. نمیشناسمش. که نمیشناسیش. خب، اینجا چی کار داشت؟ هیچی، من همینطوری دیدمش. بله، معلومه. ننه جون، اینجا خوبیت نداره با دخترهای شهری رفت آمد کنی. اینا که هیچی سرشون نمیشه. یه هو پاپیچ آدم میشن و آدمو به روز سیاه میشونن. مادر جون باید چشم و گوشتو واز کنی. من از تنهایی وحشت دارم. تنها بودن و مردن خیلی پوچه. ماما چیه؟ یه چیزی راجع به حمید میخوام ازت بپرسم. راستشو میگی؟ بپرس. خیلی دوستش داری؟ نه. نه؟ چرا؟ ها؟ برای اینکه همش دروغ میگه. پس چرا نگرش داشتی؟ تو تمام فامیل واسه ما حرف داری وردن. خودم هم نمیدونم. ببینم مامان، تو زندگی دنبال چی هستی؟ هنوز نمیدونم. خانم دعوت هم کرده. دلم میخواست خودم دعوتی تو میکردم. من هرم یاد موزیک قشنگیه. مگه نه امی خان؟ میرخسیم؟ دستتو رو بدین به من، با هم برخسیم. Thank you.
چرا حرف نمیزنی؟ راجب چی حرف بزنم؟ اگه ساکت باشم بهتره. تو از سکوت خوشت نمیاد. چرا؟ ولی میخوام راجب خودت بگی. مگه حرف زدن بلد نیستی؟ هرچی ازت میپرسم یا میگی آره یا میگی نه. به نظر من تو اصلا آدم عجیب غریبی هستی امیر. نه، زیادم عجیب غریب نیستم. چرا نمیخوای بگی چه کاری؟ نمیخوای من درست بشناسمت؟ سال دوم دانشگاه عربیاتو تموم کردم. میدونی؟ اینجا خیلی راحت ترم. وقتی از شلوغی شهر دورم بیشتر به خودم نزدیکم. به صدای این جیجیرک را گوش کن. هیچ کلکی تو کارشو نیست. امیر چیه؟ امیر من تنها اینو میدونی؟ منم من از اون مرد حمیدو میگم نفرت دارم. منم من به یه نفر که وجودمو حس کنه، منو درک کنه نیاز دارم. تو فکر میکنی همون آدمی؟ تو چی فکر میکنی؟ من فکر میکنم همونی. منم همینطور. اصلا میدونی چیه؟ ازت خسته شدم. اگه راستشو بخوای دیگه نمیتونم تحملت کنم. من یه نفر رو میخوام که به هم آزادی بده، نه اینکه آزادیمو ازم بگیره. از همون اولش هم میدونستم که بهت نمیشه اطمینان کرد. تو یه زن حواسباز بیشتر نیستی نیکتاج. 3 سال تحملت کردم، حالا دیگه نمیخوام ببینمت. فورا برو از این خونه. برو برو، میخوام تنها باشم. هر جور که میلته، ولی پشیمون میشی. اگه فکر کردی میتونی به اون پسره احمق دل خوش کنی، اشتباه کردی. بچه خوب کسیه که همیشه به فکر درسش باشه. مخصوصا حالا که 3 ماه تعطیلیه، باید بیشتر حواسش رو جمع بکنه. هر کیم درس نخونه تو زندگیش هیچی نمیشه. آقا هیچی نمیشه یعنی چی؟ آه، منظورم اینه که کودن بار میاد، یعنی خنگ بزرگ میشه. هرچی هم بهش میگن اونو با عقلش نمیسنجه و کارا رو ندونسته انجام میده. خلاصه تو این اجتماع جاش نیست و نمیتونه. داشتین میگفتین؟ خب بچه ها دور هم باشین تا من برگردم. باشه. بگو آقا چرا درس نیمه کاره گذاشت؟ نگو خانمه اومد. نگاش تو میگه خانمه چی کارش داره؟ میخواد بذارتش سر کار. سلام آقا معلم. سلام. با من کاری داشتی؟ اومدم که ببینم اتون. منظورتون رو نمیفهمم. میخواستم ازتون دعوت کنم که امشب بیاین ویلای من. برای چی؟ چقدر سوال میکنین، باهاتون کار دارم.
راستی راجع به این موضوع با هیچ کس صحبت نکنین، حتی دخترم. سلام. دلم بهانتو گرفت، اومدم ببینمت. از بچه ها پرسیدم، گفتن اومدی اینجا. بازم که تنها نشستی. مثل همیشه. تو حالت خوبه؟ ببین امیر، من به توی و به هر کس دیگه ای که مثل تو باشه احتیاج دارم. من از تنهایی دارم دق میکنم. من به حرف هیچ کس نمیتونم اعتماد کنم. من از حمید و مادرم متنفرم. اون اصلا وجود منو حس نمیکنه. انگار نه انگار دختری به اسم ترانه داره. بعد از مرگ پدرم اون پشت پا به همه چیز زد. با پول زیادی که پدرم برامون به ارث گذاشت، فقط فکر خودشه. من برای چیکار میتونم بکنم؟ دوستم داشته باشم. خیلی زیاد. اینقدر زیاد که من خودم رو فراموش کنم. خودم رو گم کنم. مگه تو با اون دختری دوست نداشتی؟ احمقانه است که اگه بگم. این اولین باریه که با یه دختر دارم از این حرفا میزنم. من دنیای خودم رو خیلی دوست دارم. من امشب این خواب برم جشن تولد دوستم پری. تو با من میام؟ نه، بهتر خود تنها بری. من نمیام. پس ناراحت نمیشه اگه من تنها برم؟ نه، برای چی؟
سب کن. کجا میری؟ اگه میخواستی بری چرا اومدی؟ راستش وقتی فهمیدم شما دارین همون میکنین گفتم بهتره دیگه مزاحمتون نشم. بیا تو، از سر شب تاله منتظرت هستم. امشب ترانه رفته جشن تولد یکی از دوستاش. بیا تو. نه من همینجا منتظر میمونم تا شما لباستون رو بپوشید. من میخواستم امشب آزاد باشم، واسه همین بود که گفتم بیای اینجا. میدونی حمید برگشته تهرون، دیشب باهاش حرفم شد. میدونی واسه چی؟ همش سر تو بود. میگفت چرا با تو رقصیدم، چرا تو رو به اینجا راه دادم. حالا بیا تو دیگه، بیا بریم، باهات کار دارم. بی خود که نگفتم بیا اینجا. شاید شما ندونین که من برای چی اومدم اینجا. فقط برای اینکه کنجکاو شده بودم. راستش میخواستم ببینم با من چی کار داری. خیلی ساده است، حالا بهت میگم. بشین. خب من ازت خوشم اومده، برای اینکه خیلی ساده و بی‌قلقشی. وقتی تو جشن تولد ترانه دیدمت، از لباس پوشیدنت، از غرورت و از بچگیت خوشم اومد. من از اونایی که شیک و پیک را میرم، از اونایی که هزار جور خط نشون بر آدم میکشن متنفرم. شایدم واسه همینه که همیشه تنهام. به من نگاه کن امیر، به من نگاه کن. حالا تو که از اوناش نیستی ها؟ نمیفهمم، از کدوماش؟ از اونا که اگه آدم دوستشون داشته باشه فلنگو میبندن. من اصلا منظور شما رو نمیفهمم. تو اصلا خنگ و دیوونه ای، یه دیوونه دوست داشتنی. نه من نیستم. وایسا امیر، کجا میری؟ ولم کن زن، من به غذای نیم خورده کسی لب نمیزنم. دیوونه بچه نشون. ولم کن. بالاخره زهرمو بهت میریزم. من فکر میکردم تو آدم هستی، تو یه حیوان بیشتر نیستی، احمق بیشور. امین تو اینجا چه کار میکنی؟ چه خبره؟ نمیدونم، برو از مامانت بپرس. دلم برای همه تون میسوزه. امیر وایسا. پسر جون، تو امیر رو میشناسی؟ آره. میدونی کجاست؟ تو آسیاب. با دوباره صداش کن. باشه. اومدم ازت معذرت بخوام امیر، من باید همه چی رو بهت بگم. اومدم راجب دیشب باید حرف بزنم، راجب اتفاقی که افتاد. خواهش میکنم منو تنها بذار. یه لحظه گوش بده ببین چی میگم. من باید حرف دارم امیر. ولی من هیچ حرفی ندارم. ممکنه تو چیزی برای گفتن نداشته باشی، ولی من دارم. اگه ونسی و به حرفم گوش ندی جیغ میکشم و همه رو خبر میکنم. مگه دیوونه شدی؟ خب چی میخوای بگی؟ حرفتو بزن.
میخوام بهت بگم که من تصمیم خودم رو گرفتم. خب که چی؟ من از مامانم جدا میشم. اگه تو منو نخوای برمیگردم تهرون پیش همه یادم ها، هر کی که بشه. چی؟ مگه دیوونه شدی؟ تو اصلا معلوم است که چی میخوای؟ آره امیر، تو بهتر از هر کسی منو میشناسی. من دیگه از این زندگی لعنتی خسته شدم. باور کن به مرگ خودم راضیم. میفهمی چی میگم؟ ببین، اگه فکر میکنی که من عاشقت شدم یا میتونی با من زندگی بکنی، فکر بیهوده ایه. درسته، درسته که تو هنوز به قول خودت هیچ احساسی به من نداری، اما اگه بخوای میتونی داشته باشی. تو اگه بخوای میتونی منو، همین دختری رو که حالا میخواد از گذشتش ببره و جدا بشه، دوست داشته باشی. دوست داشتن خریدنی نیست. من هیچ دلم نمیخواد که خودم رو گرفتار کنم. هیچ دلم نمیخواد که راهمو عوض کنم. من یه پدر مادر پیر دارم که پاشون لب گوره. تو میدونی اونا چقدر برای من درخواهی منو درد کنی. نمیتونی بفهمی که من چی دارم میگم. تو زندگی شما همش ناز و نعمت بوده. اصلا نفهمیدین که برای خوشبخت شدن چه مشقتهایی رو باید تحمل کرد. و شاید اصلا نفهمیدین که فاصله بدبختی با خوشبختی چقدر زیاده. برای همینه که من از شما هم میترسم. من از هر غریبه‌ای که بخواد تو راه زندگیم تو فکرم پا بذاره وحشت دارم، میترسم. تو فکر میکنی من برای چی اومدم اینجا؟ من اومدم اینجا که راحت باشم. اما همون روز اول با اون پسر لعنتی، اسمش چیه؟ حمید، برخورد کردم. اونم با اون وضعیت. بعدش هم آقا میخواست اون شب منو زیر بگیره. آخه برای چی؟ پس بهتره که تو برگردی. من واقعا زندگی اینطوری رو دوست ندارم. به تنهایی عادت کردم. من فقط باید با خودم زندگی کنم، دور از این شلوغی و هیاهو. من دوست ندارم کسی تو زندگی من دخالت کنه، نه تو و نه کسی دیگه. بس دیگه، بس امیر. اگه تو فکر میکنی که خیلی میفهمی، تو نباس منو اینطوری سرزنش بکنی. من به تو دروغ نمیگم، من به تو دل بستم. هر جا میرم همش تو رو میبینم. حرف که میزنم فقط اسم تو سر زبونمه. خودم هم نمیدونم چرا. شاید واسه اینه که هیچ وقت آدمی تو زندگیم نبوده. شاید برای اینه که کم بوده محبت دارم. من به تو احتیاج دارم امیر. من نمیخواستم اینطوری با تو صحبت کنم. منو ببخش، معذرت. راستش من از حوادثی که همینطوری واسم پیش میاد ناراحت میشم. من هیچ نمیتونستم فکرشو بکنم که یه روزی ممکنه با یه دختر به اسم ترانه آشنا بشم. یه دختری که به امدگی دوستم داره. من همیشه از دوست داشتن میترسیدم، ولی نمیتونم به دروغ بگم. از همون دفعه اول که دیدمت تای دلم لرزید. یه چیز تو قلبم شکست، یه صدایی اومد. و بعد هر وقت که میدیدمت تا صبح خواب نداشتم. اما نمیدونم چرا همیشه میترسید. برای همینم ازت فرار میکردم. من امروز چمدونمو میبندم و از مادرم جدا میشم. دیشب باهاش دعوام شد. دیگه از این زندگی لعنتی خسته شدم. اگه دلت بخواد میتونی بیای پیش من. پس پدر مادرت چی؟ من با اونا صحبت میکنم. اگه شاخ در نگرن خوبه. تو اگه بخوای میتونی رازشون کنی. باشه دارم، من باشون صحبت میکنم. اونا هم حتما قبول میکنن. مطمئن باش. سلامت باشید پسرم. ماشاءالله هزار ماشاءالله، امسال محصولمون نسبت به پارسال خیلی خوبه. آره آره خیلی خوب.
بله راستی پدر، میخواستم یه چیزی بهت بگم. اون دختره اون روزی رو یادته؟ همونی که اون روز با من اومد در خونه. میخواستم اگه اجازه بدی باش عروسی کنم. باش؟ اشکالی داره؟ مگه تو دیوونه شدی؟ میاد اینجا پیش مادر زندگی میکنه. این حرفا کدومه؟ تو عقل تو کلت نیست. اون نمیتونه با ما زندگی کنه. همه به همون میخندن. چرا نداره؟ اون یه دختر شهریه، با زندگی ما غریبه است. اگه میخوای منو انگشت نمای مردم بکنی بیارش تو این خونه. ده خجالت هم نمیکشه. چندین و چند ساله من اینجا آبروداری کردم، هیچ معلوم نیست ننش کیه، باباش کیه، از کدوم جهنم درده ای اومده. بالاخره باید یه جوری راضیشون کنم. تو برای همیشه اینجا میمونی؟ آره، من میخوام همینجا پیش تو زندگی کنم. منم مثل همه دخترها دوست دارم مادر بشم، دوست دارم زندگی داشته باشم. اون وقت صاحب چند تا بچه خوشگل و مامانی میشی. منم بهشون درس میدم، هم به بچه های خودمون، هم به همه بچه ها. چه مکتب خونه ای میشه.
بله بفرمایید. حمید خودتی؟ ها؟ چیه؟ بیا پیش من. بهت احتیاج دارم. چی شده؟ خواهش میکنم زودتر حرکت کن. منتظرت هستم. میزنی؟ اتفاقی افتاده؟ دیر اومدی؟ خیلی دیر. چرا درست حرفتو نمیزنی؟ صاف و پوست کرده بگو چی شده؟ چی میخواستی بشه؟ اون پسره احمق، همون که اومده بود جشن تولد ترانه، اون زندگیمونو از هم پاشونده. اون ترانه رو اقفال کرده، ترانه رو برده پیش خودش، طوری ترانه رو فریب داده که تو روی من وایساد و هر چی که دلش خواست به هم گفت. آخرش هم چمدونشو بست و رفت، رفت پیش همون پسره احمق. دلم میخواد پوزه اون پسره احمق رو به خاک بمالی. ترانرم همینطور، ادبش کن. دلم نمیخواد دخترم ترانه سد راه من بشه. اینو ازت میخوام حمید، میفهمی؟ مطمئن باش، داغشو به دلش میذارم. سلام شمو. به 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 به، حالت چطوره؟ یاد ما کردی؟ باید یه کاری داشتم. خب بگو چی کار داری؟ دوتا از آدماتو میخواستم. اشکالی نداره، الان خبرشون میکنم. بهشون علامت دادم، الان میان. اونا هاشن پری داشتی؟ مطیعتن، اما نگفتی باشون چی کار داری؟ بعدا صداش در میاد شبون. فعلا خداحافظ. زرق و برق نبودم، اینو از پدر مادرم یاد گرفتم. من به این جور زندگی عادت کردم. میدونی پدر مادرم خیلی برای من زحمت کشیدن. همیشه از خدا خواستم که تو زندگی منو خوشبخت بکنه. راستش من تو را نفهمیدم خوشبختی یعنی چی.
من از وقتی تو رو در کنار خودم احساس کردم همه چی بس کرد. همه چی منو تنها نذار ترانه، به من مهربونی کن، هیچ وقت منو تنها نذار. امیر، من هیچ وقت تو رو تنها نمیذارم. من به تو احتیاج دارم. دوست داشتم، خوب بودم، زندگی چقدر قشنگ. وقتی که آدم امیدواره همه چیز براش خوب و قشنگ میشه. انگار رنگای سیاه سفید میشه. شیطونا فرشته میشه. تو باید به من قول بدی. قول؟ قول چی؟ باید قول بدی که همیشه نسبت به من وفادار بمونی. همیشه. ترانه، من تو رو با تمام پاکی دنیا قبولت کردم. خیلی دوست دارم. شاید به اندازه تمام ستاره ها. نگاه کن، چلچراغای آسمان رو ببین. بهت قول میدم تو هر چی که هستی، هر چی که باشی، تو هر جوری که بودی، من مال تو هم. و تو هم چی میگی؟ واسه چی اومدی اینجا؟ ببین ترانه، باهات کار داشتم، میخواستم یه کمی باهات حرف بزنم.
من با تو هیچ حرفی ندارم. اما من دارم. تو هیچ میدونی که من به خاطر تو با مادر دوست شدم. جلو نیا، وگرنه جیغ میکشم. هیچ کس این طرف ها نیست. اینجا فقط من هستم و تو. بلان کن، دست به من نزن. اگه امیر تو رو ببینه سلام مادر. سلام. ترانه کجاست؟ ترانه؟ ترانه؟ نیستش. کجا رفته؟ گفت میرم تو پارک جنگلی یه خورده گل بچینم. نمیدونم چرا دلم شور میزنه. خیلی دیر کرده مادر. نگران نباش. همین الان میرم دنبالش. پس زود برگردی. خیلی. چه این کاری کردی؟
چرا؟ چرا؟ شما کی هستی؟ بابا چی کار داری؟
Malmale aplida stop for a rahmat mesle barun sakete najibe cheshmat for a gorbate diabun.